سلام علیکم، حالتون چطور؟ خوبین؟ خسته درسان نباشین. آقا من اومدم دوباره با یه ویدیو دیگه. یه مسئله هست، نمیدونم چرا نمیخواین ترکش کنین. همیشه دنبال این هستین مثلا بیاین یه مثال پیدا کنین بعد استارتشو بزنین. آقا اصلا مثال نیست. من از الان بخونم میتونم، من از فردا بخونم میشه، دو ماه بعد میشه، من از امروز بخونم میشه، نزدیک کنکور، من از امروز خیلی جدی بخونم میشه. آقا اصلا نمیشه. چیکار میخواین کنین؟ فرض کنین 100 نفر گفت میشه، یه نفر گفت نمیشه. چیکار میخواین کنین؟ آقا اصلا بذار تو اولین نفرش باشی. هیچ وقت یادم نمیره اون موقعی که رشته ریاضی بودم، بعد یه روز داشتم برمیگشتم خونه، تو تاکسی منتظر بودیم، خب پر بشه تاکسی طبق معمول، بعد تو راه داشتم به این فکر میکردم چرا من اولین نباشم؟ چون همیشه میگفتن آقا کسی که ترازو مثلا فلان نداره قبول نمیشه. همیشه میگفتم چرا من اولین نباشم؟ من میانگین ترازم افتضاح بود. شاید بگم 5800 906 میانگین ترازم همین بود تو قلمچی. نمیدونم چرا دنبال اینقدر استثنایین که مثلا اونو پیدا کنی بعد الگو، آقا خودتون الگو بشی. تا یه نفر نیاد بهتون بگه که آقا من 5 سال پشت کنکور بودم بعد قبول شدم، تا یکی نیاد بگه که آقا من 10 سال پشت کنکور بودم 3 ماه قبول شدم، شروع نمیکنی به درس خوندن. آقا تو زورتو بزن ببین اصلا چی میشه. اصلا تو استارت کارتو بزن، میدونم سخته، استارت کارتو بزن، خودش توانه میاد، خودش انرژی میاد، خودش انگیزه میاد. همین این چیزا رو بنداز دور، این فکرای مزخرف رو بنداز دور. آی من مثلا کسی که اینجوری نباشه، آی کتاب نداشته باشه، آی 50 من رتبه 1 واسات گذاشتم، گفت من یه جلد دو جلد کتاب زیست زدم. اون موقع سال 94 رتبه 1 کشور 94 سنگین ترین زیست رو داشتی، زد 89 بالاترین درصد کنکور. خودت دیدی چند تا کتاب زیست اون مصاحبه. مصاحبه هم نبود که به نفع کسی باشه که مثلا بگیم آره آموزش پرورش داره مصاحبه میکنه بگه که آقا کتاب درسی، یا قلمچی داره مصاحبه میکنه فقط کتاب تست قلمچی، گاج داره مصاحبه میکنه فقط کتاب تست گاج. باش مصاحبه کردیم اسم همه چی ما بود، یه جلد دو جلد کتاب بیشتر نخون. بس کنین دیگه، ول کنین این کارا رو. اینقدی که گفتین من این شرایط آماده باشه، این شرایط آماده باشه، آقا نصف کسایی که الان دارن، نصف که چه عرض کنم، خیلی از کسایی که الان دارن موفقن تو همه حوزه ها از صفر مطلق شروع کردن. خیلی وقتا بودن که با ضعف امکانات و نبود امکان، یادم خدا شده یکی از هم کلاسی دوران مدرسه‌ام میومد کتاب میگیره و بچه‌ها قرض میکرد. خواهشان جدی باشین تو هدفاتون، تو زندگیاتون. دیگه زیاد دوست ندارم ویدیو رو طولانیش کنم. کامنت یادتون نره، لایکم یادتون نره. فعلا مواظب خودتون باشین. فعلا.